قال و مقال. و پرسش دیگه من از شما هست آقای عباس خورسندی عزیز، در برای تبرزدی میگفتیم، نکته این که هستش نوع رفتار با زندانیان، چون الان بسیار هست نوع رفتارهایی که میاد، همین نامه‌ای که 300 از بند 350 فرستادن، میشه درباره چگونگی خیلی مختصر اگه بفرمایید، وقت ما کم هست، چگونگی آخرین روزهای آقای میر سیافی، امید میر سیافی، چون من اطلاع دارم و بسیار دیگه که شما ارتباط بسیار نزدیکی به عنوان همبند داشتید، ناظر بر رنج و درد هم دیگه بودید. بله خواهش کنم، از سرم که حالا من صحبتی دیگه هم داشتم، ولی امید رضا فقط یک ماه بود که با من بود و متاسفانه اصلا دلیلی برای دستگیریشون وجود نداشت، اساسا صاحب تفکر سیاسی هم نبود، بیشتر احساسات خیلی عمیقی داشت نسبت به هنر و هنرمند، و دلیلی برای اینکه بتواند به عنوان یک فرد سیاسی وارد زندان اوین بشه وجود نداشته، و به همین دلیل چون احساسات و عواطف غیر سیاسی داشتند زیر فشار احکام سیاسی قرار گرفتند و هر روز اتهاماتی گسترده که برایشون وارد می شود در پرونده، دو پرونده برای ایشون تشکیل دادن، در صورتی که برای همه ما یک پرونده کامل بود، به اضافه مثلا 10 سال، 12 سال، 15 سال زندان، ولی برای ایشون دو پرونده تشکیل داده بودن، در پرونده اول 3 سال و ظاهرن اونگونه که خودش اعلام کرده بود در پرونده دوم 4 سال و در مجموع 7 سال قرار بود یک فردی که هیچ قرابت عمیدی با سیاست و اینجور مسائل نداره رو زندان بکنند، و این بسیار بر روح لطیف اون اثر گذاشت و نتونست که دوام بیاره، و این عدم دوام اون و پیگیری شدیدی که از داخل زندان هم خودش و هم خانواده بیپناهش در خارج از زندان در دادگاه انقلاب، به خصوص پدر مادر پیرش که هر روز در راه روهای دادگاه انقلاب میچرخیدن تا مگر کمکی رو به دست بیارن، متاسفانه این انجام نشد، و این بسیار علاقه داشت که در ایام تعطیلات عید در بیرون از زندان باشه، ولی این هم ممکن نشد و متاسفانه اون چیزی که نمیبایست اتفاق بیفته انجام شد. خب پرسش اینه، یک دقیقه وقت ببینید، خیلی خبرها این بود که امید رضا خودکشی کرده از طریق خوردن قرصهای بسیار زیاد، 80-90 تا قرص خورده، اگر این خبر درست باشه چطور میشه در زندان قرصای مورد نیاز بیماران در اختیارشون قرار نمیگیره، اما یک مرتبه یک بیمار قلبی مثل امید رضا که ناراحتی های ناشی از سردر بردن از زندان رو هم داره، این همه قرص رو در اختیارش قرار گرفت؟ این هیچ وقت روشن نشد در خود زندان؟ بله، در زندان متاسفانه چیزی که فرابونه قرص و دوا و دارو و مواد مخدر به خصوص در بند عمومی هست، و قرص هایی که من ازش سوال کردم در آخرین لحظات زندگیش، گفتم تو اینا رو کجا به دست آوردی، گفتش که اینجا همه چی هست، و بوی در طول مثلا 3-4 روز تلاش کرده بود که قرص های کاهش فشار خون رو به دست بیاره، یک نوع بود و به صورت این رو در شرطی استفاده کرد، و وقت خودش رو به من رسون دیگه احساس کردم که وضعیت خیلی بحرانی هست، به بهتری رسوندم از بهتری، و تلاش کردیم که اون مثل مواد مصرفی رو خارج بکنیم از بدنش، نشد، و انتقال پیدا کرد به بیمارستان زندان و از اونجا هم به خارج از زندان، سالا بعد نمیدونیم چی شد که نهایتا متوجه شدیم که فوت کردن. این قضیه بسیار گران تمام آمد برای همه زندانیان سیاسی که بی گناه بدون دلیل و بدون سند
یک جوانی که 26-27 سال بیشترش نیست میتونه به راحتی از بین بره در زندان های ایران و از این نمونه البته ممکنه در سطح خودکشی نباشه ولی خود به خود در جوانانی که اکنون در خیابان ها دستگیر میشن هم کمتر از این نیستن و سرنوشت هم اگر ادامه پیدا بکنه بیشتر از این نخواهند داشت. من موارد دیگری هم دارم اگر وقت ما متاسفانه کم است، حتما در برنامه های دیگه با شما خواهیم بود و ادامه خواهیم داد.